چندین سال قبل یه بیت زهرایی هست سبز میدون اصفهان، آقای یوسفی دهی فاطمی اونجا منبر میرفت، نیت کرد که یه قدمی برای بدهی‌های قدیم شبکه برداره. مردم خورد خورده پول میدادن، اینایی که تو مجلس بودن همه شاهدن. روز شهادت حضرت زهرایی سینی مسی یه پیرزن دم در میاره، سینی مسی ور میدارن میارن تقدیم به آقای یوسفی میکنن، میگن که یه پیرزن اومده دم در، گفته من پولی ندارم بفرستم کربلا، خود امام حسین میدونه، اما دوست دارم این سینی من یه خدمتی به سید شهدا بکنه. آقای یوسفی در اومد گفت یه سینی مسی کهنه به درد یه همچین بدهی نمیخوره، یه شیعه مرتضی علی این سینی ها 100,000 تومان بخره. 100,000 تومان آقای یوسفی اعلام کرد قیمت پایه این سینی. خدا میدونه تو همون مجلس 100 تومان شروع کردن به قیمت گذاشتن روی این سینی، تا آخرین نفر 3.5 میلیون چک نوشت، چک از دست چک جدا کرد، اومدن سینیه بهش بدن، بغلیه گفت آقا دست نگردان این سینی مال من. یعنی یه سینیه مسی کهنه نفر دوم 5 میلیون تومان چک نوشت، برداشتن سینی آوردن بهش دادن، چک از دست چک جدا کرد گذاشت تو سینی، سینی ورداش داد به آقا یوسفی، گفت این چک به اسم پیرزن بره کربلا، سینی هم به اسم آقا علی ابن موسر رضا هدیه به شبکه امام حسین. 3.5 میلیون چک رو گذاشت تو سینی، گفت من این چک به اسم پیرزن نوشتم دیگه، برش نمیگردونم تو جیبم، اینم به اسم پیرزنه بره کربلا. یه نفر 500,000 تومان، یه نفر 1 میلیون تومان گذاشتن تو سینی. تو اون روز شهادت حضرت زهرا تو بیت الزهرای اصفهان 10 میلیون تومان رسید به نام پیرزن فقیر نوشته شد. یکی از بازاریا بلند شد گفت این پیرزن عزیز پیش حضرت زهرا، این جریان شتیته و امام رضا است، گذرنامه این پیرزن رو به من بدین، من هزینه سفر کربلاش میدم، بره پابوس امام حسین رو برگرده. مجلس تموم شد، سینی آوردن منزل آیت الله ابتهی. روز شهادت حضرت زهرا خدا میدونه هم بازاریا بودن، تجار بودن، شعرا، مداحا، منبریا قطار نشسته بودن. آخر روزه، روز شهادت، سینی آقای یوسفی از پایین منبر بهش دادن، گفت مردم این سینی تا 1-2 ساعت قبل مال یه پیرزن فقیر بوده، اما از 1-2 ساعت قبل شده ملک سید شهدا، که میگین الان این ملک سید شهداست، این سینی شده ملک سید شهدا. آوردم تو این مجلس ببینم چند خریدار داره. خدا میدونه آیت الله ابتهی بلند شد گفت چون که هدیه شده به امام رضا، شادی روح پدرم، 20 میلیون تومان من این سینیه میخرم. دومین نفر گفت حاج آقا شما میزبان روزه ای، بنده 25 میلیون تومان این سینیه میخرم. سومین نفر گفت 27 میلیون تومان سینیه کشید، گفت خود امام حسین میدونه بیشتر از 27 میلیون تومان پول ندارم بدم. آقا یوسفی گفت سینی 2 ساعت بشه ملک امام حسین، اینطوری ارزش پیدا میکنه. اگه بیبی حضرت زهرا روز شهادتش وارد مجلس بشه، آقای سازگار اینجا نشسته، اگه بخواد حنجره سازگار رو روش قیمت بذاره، چند قیمت میذاره؟ آقای خانجانی، آقای پاکدامن، اسم تک تک می برد، خدا میدونه دست چک ها در اومد، مردم به چک نوشتن. یه دختر 3 ساله از رو منبر اومد بالا، گفت که آقا یوسفی مادرم میگه گوشواره هامو به یاد 3 ساله امام حسین حضرت رقیه از گوشم در بیارین بفرستین کربلا. یه مجلس روزه حضرت رقیه شد، یه کاغذ سفید دادن آقا یوسفی که من یه دختر یتیمم، پول ندارم بفرستم کربلا، یه نفر به جا من 100,000 تومان بده، من به جاش نماز توسل حضرت زهرا رو که 2 رکعت نماز، بعدش 510 بار باید سر رو مهر بذاری و یا مولات یا فاطمت و عقیسینی رو به نیابت از اون شخص میخونم. دختر یتیم یه دونه نماز درخواست کرد، خدا میدونه تو همون مجلس 68 تا نماز پول دادن، 6,800,000 تومان به نام دختر یتیم مردم پول دادن. خانوما کاغذ مینوشتن که 5 تا نمازها رو من نیابت این دختر میخونم، یکی گفت 8 تاش من میخونم، یکی گفت 10 تاش میخونم، من نمیدونم نمازی بود برای دختر یتیم که خودش میخونه.